بچه ها. حالا البته باعثی شروع شد به کار به معرفی نرسه. میخوای حالا باعث سر فرصت؟ بله، سر فرصت بازی بین پیمان انصاری مقدم و آقای علی میسوری که من حدس میزنم مچه بین لئو و پاول باشه. دویل چین سبلان چیه نظرت؟ من نظر خاصی ندارم، فکر میکنم ولاد باید نظر من نمیشه حالا چیزی گفت. روسیتش زیاده هم آقای میسوری نمیشناسم بازی دویل جینشو، ولی آقای پیمان خیلی آماده تره به نظرم. بله خیلی خوب توی تورنمنت سار شده. پرخون شما چی میگی؟ من بازی پیمان دیده بودم قبلا، پاولشون بازی آقای میسوری هم یک کمی دیده بودم، ولی اگه بخواهد لازه محشب و اینا حساب بکنی، اگه اسم کرکتر اینا بشناسی اینا هر دو کرکتر ها خوب هست، هر دوشون تیر بالا تیر بعد دیوید جین که تاپ تیر بازیه، همیشه دیوید جین تاپ تیر بوده، بعد هلپی همیشه فور دی بین. بله پرشر پول رو میبینیم که پیمان حساب مقدم آن تاپ با روی صفحه آورده. سبلان این مچاپ رو تو چطوری برانداز میکنی؟ جلوی پاول چه پیش آدی میکنی؟ بله ولی و مسلمه کاراکتر پاول کاراکتری که از دور نسبتا خطرناکی به خاطر چند ضربه مهم مخصوصا دوتا جلو دایرش بله بعد ضربه مشهور خودش دستور اینا مثلا کار میکنه که کاراکتر از دور خیلی خطرناکتر باشه و یک ریج آرت البته ریج درایب. خب بله خواهش میکنم. منظومه کلا کاراکتری که بیشتر بهتر بهش بچستیم زنگ کردش دور باشیم. پاول پیدکس من خیلی دوست داشتم پرمام و سبلان توی بازی علی لئو رو برداره چون خیلی بهتر با لئو آمدی بسه دیگه چی دیگه دوست داره بازی بکنه، ولی خب همینی که هست، همینی دوست داره، همینی که هست یا خب علاقه شه به کرکتری که مثلا دوست داری شما بشینه همش بازی کنه. بعد دیگه مانیش نکرد، پیمان مخش هنگ کرده این داری نمیدونم. آی یا علی مدد با خیلی سایده قشنگی داد علی میسوری. این دست ها رو من فکر کنم همتون چشیدید یه ها سر یه چراغ گیر کنید حس مرگ به آدم دست میده. میگن دست سه گیر شد دو گیر. خب یه رتریت میزنه پرشه رو حفظ میکنه پاول. طوری که من دیدم پیمان با پاول بازی میکنه خیلی سعی میکنه فندهی که پلاس داره استفاده کنه یا فندهی که پلاسش صفر باشه و فندهی سیف پاول محسوب میشه. حالا نه به سبک نیم ولی به یه سبک متفاوت خودش هاور کراش میزنه. حالا سعی میکنه کنترل دست خودش بگیره، نمیذاره که مثلا طرف مقابل مثلا دکمه بزنه. بله یا فرین ترپی درست بگیره که نتا مثلا یه کمبوی مثلا میس بره طرف و یه ها دوباره یه کمبوی خود پیما میزنه یه ها لانچ بشه اینجوری بازی میکنه پیما فرصت نمیخواد بگیره. خب مپ ارینا رو میبینیم برای مپ بعدی مچاپ بین دیویل جین و پول فینکس. تاپیت مسابقات رو سبلان چی راجبش فکر میکنی؟ من واقعا نمیتونم چیزی بگم چون اصلا آقای مسعود اساقی به اندازه خیلی خوبی ظاهر شد که تمام معادلات همه رو به هم ریخت و واقعا چیزی واسه گفتن نیست. بعد همینطور آقای ندیمی، آقای آرش ندیمی فیفتگاد خیلی خوب این دفعه نسبت به دورهای قبل ظاهر شده. فقط به نظر من باید تماشا کنیم، چیزی نمیشه بود به ضابط واسه این بازیکن ها واقعا زوده. خب دیوید جین رو میبینیم که یه پرشری رو حفظ کرده و بله سبک خودش رو داره دیوید جین با پرهای کلافی هلسی دوای هر دردیه پر کنیم. بالاخره کار خودش کرد این هم مدت دو سه تا هلسی زد این هلسی خود خب یه هلسی پدیگه معمولا تو بازیه که بگیه همه بازیه هلسی هلسی. خب پاول فینکس پیمان تجربه چقدر علی بیشتر این من داکیبله. خب همجوری که میدونید
ولی اگر داک نکنی بله نه عقب مربع مثلث بشه خب پیمان یکی از خوبی های پاول اینه که خیلی کارکتر اگرسیویه سهلان تو که سبک بازید کنن اگرسیوه و خیلی میدان بازی میکردی و از این فشر پاول رو چطوری آدمی میکنی به زمان به زبان خودم نه به نظر من باید طرف دعا کنه چون تقریبا پاول چیزیه که واسه همه سخت جوابه چه دفاعی چه اتک چه سیو بازی در این حال ساده و خطر کلا با هر کاری که بازی داره که حالا که بازی کنی پاول هم خنده ما پاول باشه بچه تهران مثل فوتبال واسه برزیل میمونه آره یه چیزیه که تیکن بازی میکنی باید پاولو یاد بگیری و آقای مقدم بازی رو برد این صحنه خواست که میمونه و قشنگ